بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمتتون هستم. ادامه سلسله درس های تجارت فروش مستقیم، البته سال 2019، همیش اپدیت تازه ها. ما هیچ وقت آدمی دیروز نیستیم، هر روز خدا رو شکر در رشد هستیم. من هیچ وقت آدمی دیروز نیستم، هیچ وقت گفته یک سال پیش مرا با گفته امروزم مقایسه نکنین، چون من او فردی یک سال پیش نیستم و من هر روز در حال رشد هستم. علم تکنولوژی هر روز در حال رشد است و ما هر روز خدا را شکر در حال تغییر هستیم، در حال آموزش هستیم. عزیزا، یکی از رازهای بسیار موفقیت در زندگی، در تجارت، بالخصوص در صنعت فروش مستقیم چی هست؟ گلاس ذهنی. این بحث شاید خیلی شنیده باشین. ذهن ما عزیزا مثل یک گلاس است و این گلاس هر زمان پر شوه، هیچ وقت دو چیز دیگر جاگزین کرده نمیتونین. و اگر فرض مثال یک نوشابی، آبی، یک چیز در او گلاس شما بریزین، شما نمیتونین چیز دیگر را بالا از او بریزین تا اینکه او گلاس خالی نکنین و نوشابی جدید یا آبی جدید یا چیز جدیدی را در او جاگزین کنین. ذهنم به این شکل است. انسانهایی که در زندگی رشد میکنن، انسانهایی که در زندگی پیشرفت میکنن، انسانهایی که در زندگی موفق هستن، همیشه یک گلاس ذهنشان خالی است. زمانی که هر سمینار اشتراک میکنن، هر برنامه جدید را اشتراک میکنن، هر صنف آموزشی را، هر بار به مسجد میرن، هر بار با یک فرد موفقتر، با یک فرد از خودش بالاتر زمان مواجه میشه، سری گلاسش به خاطر جلب آموزش، به خاطر برداشت چیزها، به خاطر پر کردن خالی میکنن. و زمانی اگر شما با گلاس خالی برین، با گلاس خالی هر جا برین، قطعا چیزای جدیدی کسب میکنین. حتی یک فیلم آموزشی که شما چندین بار در زندگیتون تماشا کردین، اگه یک بار دیگه بشینین اون رو با گلاس خالی دوباره، مثلا من فیلم راز به خیلی ها پیشنهاد میکنم و میگم من تضمین میکنم که شما در زندگی اگر این فیلم تماشا کنین، شما یک شخص موفق هستین. من تضمین میکنم براتون و من میگم هر اون چیزی در زندگیتون میخواین با تماشای فیلم راز که در چینل یوتیوب ما هست، شما میتونین مثلا با تماشای این فیلم همیشه در زندگی هر اون چیزی که میخواین به دست بیارین. اما توصیه ما ایست که در صورت شما نتیجه میگیرین، در صورت شما این فیلم خوب کشف میکنین، خوب درک میکنین، شما در صورتی که این فیلم هر روز نیم ساعت ببینین، من خودم هر روز اینو تماشا میکنم و هر باری میبینم چیزای جدید یاد میگیرم، هر باری تماشا میکنم فکر میکنم چیزای جدیدی، موضوعات متفاوت جدیدی رو خوبتر از اون فیلم یاد گرفتیم و هر بار کشفیات بیشتری که انشالله در درس های ما یک برنامه ما ایست که انشالله این فیلم هم براتون توضیح بدم، تشریح کنم، چون خیلی هایی را میبینن تماشا میکنن درکش کمی سخت است و من خودم بارها و بارها میبینم هر روز چیزای جدید از او درک میکنم، چون با گلاس خالی میبینم، چون گلاسم پر نیست. گلاس پر یعنی چی؟ شما فرض کنید یک سمینار اشتراک میکنین، یک کتاب با بار دوم میخوانین، در یک برنامه میرین اشتراک میکنین، با این ذهنیت میرین که والا من این برنامه تکراری است، والا من خود میفهمم، من میبینم، من این رو بلد هستم، من خود این رو دیدم، من این کتاب خواندم، من در این ترنینگ خود اشتراک کردم. اینجاست که گلاس شما پر است، اینجاست که گلاس پر شده، اینجاست که شما دیگه ذهنیت هایتان و همو فکر و یا بگویم تمام موارد اجسام و اجزای جسم و ذهن که آمده پذیرش یا آموزش از شما را میبندن رایشه و دیگه هیچ چیز را اجازه نمیتین شما در زندگیتان بیاموزین و یاد بگیرین. ببینید چند جمله است خیلی خطرناک است در زندگی ما، خیلی ضربه میزنه و باعث میشه ما واقعا در زندگی موفق نشیم. و این جملات، یکی از اون جملاتی است که هر زمان این جمله از شما برآمد و بیرون شد که من میدانم، من دیگه رسیدیم، من دیگه فهمیدیم، او روز روزی است که دیگه مسیر موفقیت شما خاتمه مییابه، او روز دیگه روزی است که دیگه شما در زندگیتان نتیجه نمیگیرین، او روز دیگه روزی است که دیگه شما در زندگیتان پیشرفت نمیکنین. امیدوارم این کلمه، این جایگاه، این حس هیچ وقت براتان رخ نده، همیشه در حال آموزش باشین. و اگر ما بخوایم در زندگی موفق شویم، یک اصطلاح بسیار خوب است، میگه بهترین اساتید، بهترین معلمین روزی بهترین شاگردان بودن. ما اگر بخوایم بهترین استاد شویم، بهترین ترینر شویم، ما باید بهترین آموزگار هم باشیم، بهترین شاگرد باشیم. ابتدا اول شروع کنیم خودمو بیاموزیم، خودمو یاد بگیریم. تا که خودمو یاد نگیریم، خودمو نیاموزیم، ما هیچ وقت نمیتونیم چیزهای جدیدی برای کسای دیگری بیاموزانیم. لذا پس ما باید اول بهترین شاگرد شویم تا در آینده بتونیم بهترین استاد شویم. پس هر زمانی آموزشات را قطع کردیم و از آموزش یادگیری را قطع کردیم، او روز روزهایی است که ما در زندگی دیگه واقعا رشد نمیکنیم. و همچنین داینده ها، آموزشاتی که من امروز یاد گرفتم، پانتونی که من دیروز بلد شدم و یاد گرفتم، کتابی که من دیروز خواندم، این تا چه زمان بدل دوام می‌خوره؟ ببینین
من امروز هر آن چیزی که در زندگی دارم، هر وضعیتی که دارم، این نتیجه تصمیمات، نتیجه آموزشات، نتیجه اطلاعات چند روز قبلم بوده. این امروز و فردا به دردم نمیخوره. تکنولوژی هر روز در حال رشد است. هر 48 ساعت بعد خیلی چیزها در دنیا اپدیت میشه. و ما آیا آگاهی دارم؟ آیا ما هر روز به خاطر رشدم کار میکنم؟ ببینید ما هر روز کارهای مختلف در دنیا انجام میدیم. مثلا میریم به تجارت میکنیم، به خانواده ما زحمت میکشیم، بزنس میکنیم، دید و وادید میکنیم، کارهای گوناگونی در زندگی انجام میدیم. آیا گاهی به این فکر کردین شما به خودتان چه کار میکنین در زندگی؟ تنها کاری که به خودتان در زندگی روزانه میتونین انجام بدین، او کار فقط و فقط رشد خودتان است. آیا هر روز به خاطر رشد خودتان یک قدم میگذارین؟ آیا یک کتاب میخوانین؟ من ترجیحاً پیشنهاد میتونم براتون عزیزا، در کنار از اینکه به دیگرا همیشه کار میکنین، امیدوارم برای خودتان هم کمی دل بسوزانیم. دل سوزاندن به خودتان این است که هر روز بالای رشد خودتان کار کنین. هر روز یک چند صفحه از کتاب مطالعه کنین. هر روز چیزهای جدید یاد بگیرین. هر روز نویات جدید یاد بگیرین. و چون آموزشات امروزتان به درد آیندهتان نمیخوره، باید به خاطر آینده شما هر روز در حال یادگیری باشین. پس هر زمان ما ترنینگا و آموزشات هم قطع کردیم، باز رشد ما قطع میشه، باز ما مانی رشد ما میشیم. ببینین عزیزا، ترنینگ ها و آموزشات اگر در مسیر کار میکنین، بلخصوص در فروش مستقیم، فروش مستقیم همه رشدتان وابسته به رشد شخصیتیتان است. یک زمان سازمان شما به یک مبلغ، به یک مقدار میرسه، یک مقدار درآمد هم کسب میکنین، دیگه میبینین رشد نمیکنین، چون سازمانتان به اندازه شما رشد کرده. و شما من بعد باز چرت میزنه، حیران میمونی، میگی چرا سازمان ما رشد نمیکنه، چرا فروشات ما بیشتر نمیشه، چرا درآمدم بیشتر نمیشه؟ چون که خودت رشد نمیکنی، چون که خودت دیگه پیشرفت نکردی، چون که توانایی و قدرت تو همه قدر بود. و از این بابت تا که تو رشد نکنی، سازمانت به هیچ عنوان هیچ زمانی رشد نمیکنه. امید و هر قدر خودت اگر رشد کنی، شاید تو فعلا یک فرد هستی که بتونی یک سازمان 100 نفره رهبری کنی، اما چرا سازمانت به 100 نفر نمیرسه؟ فقط می 100 نفر فعال همیشه داری، خلاص افراد بعدی میآیند داخل سازمانت میشن، پس از پشت اقتداد میره، دوباره اقتداد راجستر میشن، میان در سازمانت، دوباره از پشت اقتداد میره. و هیچ وقت حجم سازمان تو از 100 نفر به 150 نفر به 200 نفر نمیرسه که تو بتونی بالا رهبری کنی. فقط یک دلیل وجود داره، خودت هنوز فردی نشدی که توانایی رهبری 200 نفر داشته باشی. و هر زمانی خودت فردی شده که قدرت و توانایی رهبری 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر در سازمان فروش داشته باشی، قطعا سازمانت هم به جایگاه میآید. و این برمیگرده به گلاس ذهنی. حتما تو به جایگاهی رسیدی که فکر میکنی دیگه تو یاد داری، حتما به جایگاهی رسیدی که فکر میکنی دیگه تو رشد کردی. و این فکر بسیار بسیار خطرناک است. امیدوارم هیچ زمانی هیچ حسی برتان رخ نده و حسی از این که تو رشد کردی، حسی از این که تو به یک جایگاه رسیدی، حسی از این که تو از دیگران برتری داری، حسی از این که تو از دیگران موفق تری، حسی از این که دیگه تو همه چیز میفهمی، نیاز به کتاب خواندن نداری، نیاز به مطالعه نداری، نیاز به تحصیل نداری، نیاز به اشتراک در سمینار نداری، نیاز به رشد نداری. امیدوارم این حس اگر در شما هست، این حس را کامل خالی کنین، گلاستون همیشه خالی داشته باشین. هر جا میرین، هر سفر میرین، هر ترنینگ میرین، هر برنامه‌ای را میخواین اشتراک کنین، حتی همین ویدیو را به بار چندم اگر ببینین، من مطمئن هستم شما یک چیز جدیدی اگر گلاستون خالی باشه از این برنامه یاد میگیرین. ممنونتان، امیدوارم از درس‌های ما مستفید شوین.